درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک میزه گرد دیگه با جمع جدیدی از دوستان در خدمت شما هستیم. یه معرفی رو داشته باشیم و بریم سر مبحث اصلی. درود بر شما. یاسی هستم. سلام. هول نشو. سلام، یاسی هستم، 27 سالمه. آرزو هستم، من 27 سالمه، در آستانه 30 سالگی. من 27 یا 27؟ 27. در آستانه 30 سالگی نیست، 3 سال دیگه. بحرانش از الان گرفت. نگار هستم، من در آستانه 30 سالگی ام، چند ماه دیگه 30 سالم میشه. خیلی خیلی. اینکه همین پیشا پیش تولدت مبارک. ممنونم، مرسی. تجربه جالبیه 30 سالگی. من فهمی کردم خیلی اتفاق خاصی میفته، بعد که بهش رسیدم دیدم هیچ اتفاقی نمیافته. همون چیزی که بودی، یعنی واقعا همین تریبون از تمام 30 ساله هایی که اون موقع فکر کردم خیلی بزرگم از خواهی میکنه خودمون در شروع بشیم. از دور ولی ترسناکه واقعا. ببین آدم چون بهش نرسیده فکر میکنه یه تغییر خیلی اساسی تو زندگیش ایجاد میشه، وقتی میرسه میبینه خب اوکی همه چی همون شکلیه، تو مجبوری زندگی تو ادامه بدی، هیچ چیز خاصی تغییر نمیکنه. مثلا یه چیز منتالیه به خاطر فرهنگ اجتماعی و چیزایی که داریم. و به نظر من اتفاقا خیلی خوبه، چون به یه ورژن خیلی خوبه خودت تبدیل میشی. یه چیز جالبه ببین، حالا یه چیز جالبی که داره تو بحثم رفت تو 30 سالگی برای خود من این بود که تو یک سری دغدغه هات، یعنی انگار یه باری برات ایجاد میکنه که یه سری دغدغه های الکی که داری رو بذاری کنار، با یک سری چیزایی که برات مهمه کم اهمیت‌تر میشه. مثلا دیدی آدم ددلاین میذاره میگه تا فلان سن با به فلان چیز برسم، بعد که سنت میره بالا میبینه خیلیاشو رسیدی خیلیارم نرسیدی، یکم بی خیال میشی میگه بذار زندگیمو بکنم، نخواستی مثلا. اینش به نظرم مرحله جالبیه. با این توصیفات بریم سراغ موضوعی که خودتون پیشنهاد دادید و سرویس دادن توی رابطه. اولش یه تعریف کلی هر کدومتون در مورد این سرویسه بکنید. میتونید هم یه نفرتون بگید ببینید مثلا این سرویس چیه، چه چیزی سرویس حساب میشه چه چیزی نیست، بعد بریم سراغ این که چه آسیب‌هایی رو میتونه به رابطه بزنه. من پیشنهاد این بحث رو دادم چون به نظرم خیلی الان برای همه دغدغه شده، خیلی ها وظیفه میدوننش و بذار اینجوری بخوام بازش کنم و توضیح بدم. یه سری مناسبت ها توی هر رابطه ای وجود داره، چه رابطه دوستانه است چه رابطه عاطفیه، مثلا حالا سالگرد دوستیه، ولنتاین، تولد، اینا بجا. یه سری سرویس های من راجع به این هم صحبت میکنم، مثلا سرویس هایی که چون بی مناسبت به یه آدمی میدی بی دلیل، و این الان باعث شده که آدما فکر کنن که باید هر آدمی تو زندگیشون یه سری کارا براشون انجام بده بی مناسبت، و در صورت عدم انجام اون کارا فکر میکنن که خب این رابطه درست نیست، اون آدمه داره کمکاری میکنه براشون. این سرویس هم صرفا مالی نیستش، صرفا حالا کادو خریدن و گل خریدن نیست. همون که داشتم مثلا قبل حالا این جلسه مثال میزدم اینه که دوست تو عادت کرده هر روز باید دنبالش با هم به این باشگاه، این عادت شده، بس این سرویس دادنه بی دلیلیه که تو میتونی ندی به اون آدمه. تمام تعریفا رو داشتم. نه، میتونید هر چی میخواد اضافه کنید، بعد بریم سراغ چالشش که اصلا این چه مشکلایی میتونه ایجاد بکنه. چیزی میخواد اضافه کنید این تعریفه؟ چون ببین تو هم چیزی میخواد بگی. این سرویس خیلی به نظرم دامنش گسترده است. سرویس مالی میتونه باشه، عاطفی میتونه باشه، محبتی میتونه باشه، حالا محبت نوازش کلامی میتونه باشه، نوازش رفتاری میتونه باشه، و یه سریش لازمه رابطه است. یعنی تو به عنوان یک ارتباط اگه میخوای واردش بشی، یه سری از این نوازش، یه سری از این محبت ها رو میخوای در سطح حد اقلی. حالا این چیزی که فکر میکنم شما دارید در مورد سرویس دادن تو رابطه صحبت میکنید، در واقع سرویس زیادی دادن تو رابطه منظورتونه، درسته؟ بله. تو ما چه قضیه، طرف مثلا اگزاجره داره یه کاری میکنه. حالا با این اوصاف بیاییم ببینیم این سرویس دادنه، میتونید از تجربه خودتون بگید، میتونید کلی تر صحبت بکنید که ببینیم مثلا این چه آسیبایی ایجاد میکنه و اصلا تعریفش چیه. کلیت ماجرا اینه که دو تا ساید داره این قضیه دیگه. یعنی اون آدمی که داره سرویس رو میده و اون سرویس گیرنده، اول رابطه اگه یه چیز خیلی اگزاجر و مثلا غیر قابل پیش بینی و اینا باشه، اینجوریه که خب مثلا طرف یا یه باگی داره که داره اون باگ رو کاور میکنه، برای من داره این کارا رو تو این حجم انجام میده، اینقدر بزرگ و اگزاجره. یا اینکه مثلا خب من شاید نکنه خیلی چیز خاصی هم نکنه، دارم اون بیرون یه چیزی رو از دست میدم وقتی این آدمه داره برام این کار میکنه. در هر صورت به نظرم استپ به استپش خیلی قشنگتره تا اینکه وقتی اولش وارد رابطه میشی نمیدونی اصلا چه خبره، هنوز خودت نیومدی، یهو مثلا با یه حجم عظیمی از محبت یا یه حجم عظیمی از کادو یا یه حجم عظیمی از کیر کردن مواجه میشی، و اینجوری که خب مثلا گیجی دیگه اون وسط، نمیدونی مشکل از اون آدمه است یا مشکل از توئه که اون وسط مثلا چه اتفاقی داره میفته که یهو
اینجوری شده رابطه بمباران احساسی که داده میشه به آدم، به نظرم این برای بعدت اگه با اون آدم قرار باشه که نباشه خیلی مضره، خیلی مخربه، وحشتناکه. تو چون از آدم‌های بعدی که تو زندگیت میان یا دوست، حتی باعث میشه هم بمباران احساسی که این آدم تو رو میکنه باعث میشه که دوستات فکر کنن تو رابطه‌شون چه کمبودی دارن که برایش بر اونا انجام نمیشه. البته که مقایسه کردن اصلا کار درستی نیست، ولی به لطف اینستاگرام این اتفاق افتاده میفته هر روز. که نظر منم فیکه، اینکه اول رابطه دقیقا یه نفر تو رو بمباران احساسی بکنه. و به من خودم دوست ندارم یکی با من اینجوری رفتار کنه، چون کاملا مشخصه که داره ادا در میاره و اصلا به دلم نمیشه. ببین یه چیزی که اینجا الان چیزای جالبی رو گفتیم، ولی یه چیزی که این تبصره توش ایجاد میکنه، ما داریم با شما صحبت میکنیم، برای شما جذاب نیست و چیزی که از صحبتهای شما مشخصه خیلی از پسرها دارن این کارو میکنن. بنابراین من نوعی اینجوری که متوجه میشم پس برای خیلی از دخترها جذابه و اونها خروجی از این کار گرفتن که چنین اکتیو دارن. یعنی الان اون توجه بیش از حده احتمالاً برای اونها پاسخ به همراه داشته. آخه ببین، مسئله هست تو اگه حالا اون بمباران احساسیه رو بخوای در نظر بگیری، اگه به یه حدی از بلوغ فکری رسیده باشی، میدونی که وقتی با یه آدمی تازه آشنا شدی، وارد رابطه شدی، اینکه اون آدم روز اول دوم یا مثلا تو دیتای اول بیاد به تو بگه وای من میمیرم برات، وای عاشقت، خب یه چیزیه که اصلا حالت استیبلی نداره و همینجوری داره میگه، حالا یا برای اینکه تو رو به دستت بیاره یا برای اینکه اعتمادت رو جلب کنه و چیزای این شکلی. یعنی اون بلوغه تو خود اون آدم باید وجود داشته باشه. یا اگر مثلا بیاد نمیدونم یه کارهای عجیب غریب، هدیه های عجیب غریب، گلای مثلا هی پشت سر هم بخواد بگیره، خب بازم اون به نظرم به خاطر نزدیک شدن بیش از حده توی اون استپ اول رابطه. یعنی اگر یه آدمی خودش به یه لول جایگاه اجتماعی و یه لول بلوغ فکری رسیده باشه، هیچ وقت اول رابطه اینا برش جذابیت نداره، مگر اینکه تو خودت دنبال این باشی که زودتر به یه لولی از رابطه برسی. چه دختر چه پسر، هیچ دختری بعدش نمیاد که توی تولدش یا مناسبت ها، عید، روز دختر، روز زن، یا هر مناسبت واقعی از کسی که دوستش داره یه هدیه رو دریافت کنه. ولی این بی مناسبت همون اولش، تو مثلا با طرف خواهی به دیت اول با یه گل به اندازه قدت میاد، به نظر من این الان واقعا قشنگ نیست. صرفا به خاطر جلب توجه و جلب اعتماد دیگه. یعنی تو خودت اصلا متوجه میشی که خب اون گله از رو عشق و علاقه و احساس واقعی اون آدم نبوده، صرفا برای اینکه توجه تو رو جلب کنه. یا اگر مثلا این تا مورد دیگه دور و بر تو هست، این آدم رو از اون انتا مورد دیگه متمایز کنه، بیشتر به چشم میاد. یعنی در واقع برداشت خودم بگم از صحبتتون اینه که چنین کاری، چنین اکتی برای شما تو نگاه اول احساس ضعف رو نشون میده، نشون میده که اون آدم شاید اونقدر شخصیت قدرتمندی نداره. و چیزی که قبل اپیزود داشتیم میگفتین خیلی جالب بود، میگفتید از نظر شما این اتفاق باعث میشه که فکر کنی طرف گیروگوری داره که داره میخواد اونو کاور کنه، درسته؟ تو هم نظر تو یکم بگو تو این زمینه، چون میخوام سوالی ازتون بپرسم. ولی من حالا یه چیزی، مثلا تو میگی که از نظر من، شاید از نظر ما که به یه بلوغی رسیدیم، آره من دوست نداشته باشم کسی این کارو کنه، اما من همیشه میگم تا تقاضا نباشه همچین چیزی هم نیست. به نظر من شاید 5% جمعیت دخترها همچین چیزی رو دوست ندارن، بقیه انقدر دوست داشتن و انقدر خودشونو مشتاق نشون دادن که پسرها میگن خب اوکی، پس اولش من این کارو میکنم تا حالا ضعفام بپوشونم برای این دختر. الان مهم وضعیت شاید مالی من، شاید کادوهایی که میخرمه، برای همین من میگم تا تقاضا نباشه همچین رفتاری هم نیست. خب خیلی جالب بود، چون دقیقاً سوال بعدی به همینجا. ببین من معتقدم که تعداد دخترهایی که چنین چیزی خیلی خوششون نمیاد نمیشه گفت خیلی زیاده. حالا من چون پیشینه شما رو میدونم، خب شما مستقلین، یک سری امکاناتی خودتون برای خودتون فراهم کردین و شاید نیازه رو یه سری جا حس نکنید، ولی بعضی وقتها یه آدمی ممکنه اون ساپورته خوشحال کننده باشه براش. خب برای همه دخترها خوشحال کننده است اینکه یه آدم فاینالشو میدونه کیر کنه یا مثلا حواسش باشه یا ساپورتت کنه، برای همه جذاب این موضوع. ولی بستگی داره که این اتفاق تو چه استپی از رابطه بیفته. وقتی اون اولش باشه، خب مشخصه که مثلا از روی واقعا ذات ساپورتیو اون آدم یا مثلا از روی احساساتش نیست، صرفا برای جلب توجهه این اتفاقی که داره میفته و همین بازدارنده تو شما ایجاد میکنه. حالا تو چنین موقعیتی قرار میگیرید و یک نفر میاد و چنین سرویسی رو بهتون میده، واکنش شما چیه؟ یعنی مثلا دفعه اول یه ابراز علاقه خیلی خاص میکنه یا دفعه دوم یک گل خیلی عجیب غریب میاره؟ الان فکر کنید توی این موقعیت قرار گرفتیم، واکنشتون چیه؟
من که چون بودم تو همچین موقعیتی من راستش میترسم شاید مثلا یه دو سه قدم عقب نشینی کنم، یعنی حتی مثلا اگه قرار بود که با این آدم در حد 50% صمیمی بشم، صمیمیتم میرسونم به 30% و خیلی بیشتر حواسم رو جمع میکنم که ببینم این چه ضعفی داره که میخواد با این هدیه ها انگار بپوشونه ضعفشو. برای همین یه فاصله میگیرم و یه زمانی میدم که بهتر بشناسمش، که اصولا هم سریع اینجور آدما خود واقعیشون رو نشون میدن، چون نمیتونن نقش بازی کنن. نقش بازی کردن واسه یه تایم خیلی کوتاهه. در واقع اون توجه بدون شناخت، توجه بیش از حد بدون شناخت بازدارنده توی شما ایجاد میکنه. دقیقا. شاید اینو دو سال پیش از من میپرسیدی بودن، نه اینجوری حرف نمیزدم، ولی الان که یکی دو بار همچین کیسی بهم تو زندگیم اومده و دیدم خروجی رو، الان میتونم اینو بگم. یعنی اولش شاید هر دختری با یه گل خیلی بزرگ خوشحال شه، با یه هدیه خیلی بزرگ، اولش بگم هیچ کی بعدش نمیاد. آخه زمان همه چی رو نشون میده. آره، ولی یعنی یکی دو بار این مسئله، اگر یکی دو بار این اتفاق هم بیفته تو یه تایملاین کوتاه، حتی نه مثلا تو یه هفته مشخص میشه، واقعا یکی دو هفته مشخص میشه، واقعا تو یه هفته معلوم میشه که هدف این آدمه از این حجم از توجه و این حجم از مثلا امکانات و اینا دادن به اون طرف چیه. مرسی، بگه من دارم یخ میزنم کل روشن بکنم. آره، یعنی قشنگ پاهام یخ کرده، برم یه دقیقه خاموش کنم. دوستان ما اپیزود رو قطع نمیدارم، واقعا دارم میمیرم. برو ولی من گرمم همچنان، نگاه دوست آقانی رو بسیم. اصلا یه لحظه احساس کنم مغزم داره از کار میفته. خب حالا بریم ادامه این سوالات رو ازتون بپرسم. میخوام یکم بریم توی یک قسمت دیگه. حالا انتظار شما پس از یه آدمی که باش آشنا میشید چیه؟ یعنی بیام یکم سراغ معیارهای شما برای انتخابتون. شما از سرویس دادن خیلی خوشحال نمیشید، بنابراین یک سری معیارهای برای خودتون دارین. اون معیار اولیتون برای انتخاب یه پسر چیه؟ من این ذات ساپورتیو پسرها رو دوست دارم. منظور از ذات ساپورتیو اینه که مثلا پنچر میشم زنگ میزنم بهش، قبل از اینکه من چیزی ازش بخوام دوستم خودش بگه که خب کجای بیام مثلا کمکت کنم، اگه نیستم این از لحاظ ذات ساپورتیو رفتارشه، نه اینکه صرفا یک کاری که با هزینه پولی. نه من نمیدونم چجوری منظورم رسونم. پیغام بده پنچر لوکیشن حمایت این حمایت حمایتگر بودنه، نه اینکه حالا صرف هم بخواد یه کار بزرگی برای من بکنه که به چشم بیاد. خب پس یکی از معیارهای اصلی تو توی انتخابت حمایتگر بودن پسره. ببین بعد از اون شناخت اولیه‌ای که از اون آدم به دست میاری، حالا جدا از این که اون آدم رو کر کنه، حمایت کنه تو شرایطی که حالا خودت کاری از دستت خیلی بر نمیاد، این خیلی مهمه که آدما مثلا، خب من خودم خیلی دوستای زیادی دارم، دوستای صمیمی خیلی زیادی دارم. من ترجیح میدم تو شروع رابطه هم اینجوری باشه که نمیگم دوستاشو کنار بذاره، خانواده‌شو کنار بذاره هیچ تایم، ولی یه جاهایی دوست داری به دلته که بفهمی تو اولویتی برای اون آدم، اولویت نسبت به کارش، اولویت نسبت مثلا به یه سری روابطی که خب واقعا خودش میتونه تشخیص بده که خب رابطهش مهمتره یا اون مهمتره. اون توجه و اولویت بودنه به نظرم اول رابطه مخصوصا خیلی قشنگه. جالب شد، به تو میگم چرا، تو هم بگو. برای من شاید مهمترین ویژگی یه پسر این باشه که حمایت هم کنه. چجوری؟ یعنی با خوشحالی من خوشحال بشه. اگه من دارم کاری رو انجام میدم نگه نمیتونی، بگه من کنارتم انجام بده، شکستم خوردی من کنارتم. این خیلی واسه من مهمه، چون من یکی رو میخوام که کنارش بتونیم دوتایی با هم پیشرفت کنیم، نه که بیا جلوی منم بگیره نظر من پیشرفت کنم. این واسه من خیلی مهمه. خیلی جالب بود این تیکه. ببین شما، یاسی میگه ذات ساپورتیو پسر برام مهمه، تو میگی توجه و اولویت بودن، تو هم داری میگی حمایت. خب همه اینا یه نوع سرویس دادنه. پس جایی که باگی داره سرویس زیادی و بی جای و توی زمان اشتباه، تو زمان اشتباه. وقتی توی یه رابطه هستی 6 ماه، 1 سال، 5 ماه با یه آدمی توی رابطه ای، خب خیلی چیزا اصلا یه سری توقعات باید اصلا سرویس خود اولش خوب سرویس دادن باید این چیزا باشه. بیش از حد بودن این سرویس هست که اذیت میکنه. تو نیاز به غذا داری، یه پرس غذا بیشتر نمیتونی بخوره هر انسانی. اگه 100 تا پرس غذایی که برات سفارش بده این میخوره تو ذوقت، دقیقاً تو اندازه اشتباه و تو زمان اشتباه. پس تایمینگ تو این موضوع خیلی مهمه که کی کجا چه واکنشی، و فکر میکنم این خیلی نکته مهمیه که هم پسر هم دختر بدونه که کجا، میگن هر سخن جای هر نکته مکانی اندازه نگه مکانی داره. این خیلی مهمه.
حالا بریم سراغ قسمت بعدی. حالا ما رفتیم توی یه رابطه ای، اون سرویس زیادیه داده نشده، میخوایم یه رابطه ای که اینجوری شروع نشده رو در مورد صحبت بکنیم. انتظارات شما توی رابطه چیه؟ یعنی یک پسر چه انتظاراتی ازش دارید و چه چیزایی خط قرمزتونه؟ ببین مثلا من متوجه شدم سرویس زیادی دادم برای شما اینو خط قرمز حساب میشه، یعنی میتونه حالا ترن آف کننده باشه، راست میشه هرچی میزنه اصلا میتونه کنسل نمم چیشه چون رو مخمه کنکله منزل نیست مثلا. حالا کار نداریم، اون انتظارات و اون خط قرمزا برای شما چیه؟ یعنی یه استپ بریم جلو. شروع رابطه میتونه شروع باشه، میتونه چند ماه گذشته باشه. یعنی این سرویس متوجه شدیم که تایمینگ داره. خب یه رابطه، چون رابطه الان عمرش خیلی کوتاه شده، حالا چه ما اینو بخوایم چه نخوایم یه واقعیته. حالا داستانش خیلی مفصله، الان جای ریشه یابیش نیست، ولی ما چه جوری میتونیم، یعنی ببین آکان یه مسئله کس به نظرم دختر پسر تو جامعه ما از نگاه هم اطلاع خاصی ندارن، خیلی ذهن همو نمیدونن چه جوری. من شاید تو این پروسه که دارم این میزه گردو رو تشکیل میدم میخوام یکم آگاهی رو از هم بالا ببرم. چی میشه که توی یه رابطه‌ای که شاید خوب شروع شده شما بعد این مدت سرد میشین؟ چه اتفاقی میتونه بیفته؟ همش که خیانت نیست، همش که اتفاق گنده عجیب غریب نیست. ببین یه ساید قضیه این ماجرای تنوع طلب شدن هم دختراست هم پسرا. یعنی مثلا با یکی وارد رابطه میشه، یعنی تو مرحله آشنایی یه هفته دو هفته میگذره از طرفم خوشش میاد، یا آخر هفته میره پیش دوستش اینجوریه که ای وای من دارم عقب میمونم، مثلا خب مثلا این یکی هم هست اون یکی هم هست، الان برم تو رابطه نکنه محدود شم، نکنه ارتباطاتم رو از دست بدم، نکنه دیگه نتونم مثلا خوش بگذرونم با دوستام. میدونی هم تو دخترها این موضوع خیلی زیاد شده هم تو پسرها. یعنی من بارها حتی تو دوستای دخترم دیدم اینجوری هم که خب مثلا فلانی خیلی پسر خوبیه ها، ولی من الان حوصله ندارم، ترجیح میدم مثلا هفته سه دفعه برم پیش دوستای خودم خوش بگذرونم. این سایدش خیلی هم ترسناکه، همین که خب تو دیگه میدونی نمیتونی اون حالت وفاداری رو نسبت به یه نفر داشته باشی به مرور زمان وقتی این اتفاق هی تکرار میشه. جالب بود. و خود این تنوع طلبیه باز روی اون سرویس زیادی دادنه تأثیر داره، چون یه جایی طرف برای اینکه به دست بیاره و حفظ بکنه حاضره فکر میکنه با اون سرویس زیادی دادن میتونه اون چیزو کنترل بکنه. برای من چه پسری کنسله؟ این کنسله رو تغییرش بدیم به اینکه چی باعث میشه دل سرد بشه. دل سرد کننده است، خیلی شاید چیز نمیدونم عجیبی باشه، ولی من از آدمی که تلاش نمیکنه، یعنی مثلا پسری که از باباش پول تو جیب میگیره، مثلا تو بگو وضع مالی عالی، ولی پسری که میشینه خونه، میگم وقتی من دختران 10-12 سال کار میکنم، از صبح میزنم بیرون کار میکنم تا شب، این که با پسری تو رابطه باشم که فقط صرفا میشینه تو خونه یا آخر هفته رو یه برنامه میکنه و بیرونه و اینا و هیچ کاری انجام نمیده، کلا برای من تموم میشه. چون دیگه اصلا درکی از شرایط تو نداره که تو الان خسته ای، الان داری واقعا زحمت میکشی، الان فلان چیزو خیلی تلاش کردی تا بخری یا به دستش بیاری، واقعا هیچ درکی از شرایط تو نداره. نشسته تو خونه پاشو انداخته تو باشو، هر ماه هم قراره یه پولی از بابا یا مثلا حالا از یه جای دیگه براش برسه و اصلا درکی از زحمت این انتظار الکی از تو داره، چون نمیدونه مثلا ممکنه تو خسته باشی، مثلا بیا بریم بیرون، خب تو میگی من خستم از صبح سر کار دارم. چرا مثلا یه بیرونه دیگه، خب این آدم هیچ، یعنی هیچ جوره زندگیاتون به هم نمیخوره، برای هم میگم انتظار الکی داره. یه چیز جالب میگم، یاسی قبل اپیزود خیلی داشت بزرگ تحلیه شده، من میدونستم قبل اپیزود اصلا باید صحبت داریم، همینجورش نگاه میکنم از آن نشستم. بذار من راجع به اینم شما الان سوال جواب بده، چی باعث میشه که دل سرد بشی توی رابطه؟ و اینم در نظر بگیر یه چیزی البته من از تو نشد بپرسم، حالا بعدش بهش جواب بده. تو توی رابطه ای که چند ماه رفتی جلو از اول میدونستی اون آدم شاید مثلا خیلی فعال نیست، پس یه چیز دیگر هم میخوام اضافه بکنی به چیزی که میتونه دل سردت بکنه، بهش فکر کن تا این چیزی که بچه‌ها گفتن درسته، و اینکه توی اوایل رابطه تو این شور و هیجانی که هستش باعث میشه یه سری چیزا راجع به اون آدم به مرور بفهمی، یعنی مثلا اولش بگی خب این آدمه مثلا زیاد مهمونی میره اشکال نداره، خب با هم میریم مهمونی، اولش بگی این آدمه زیاد هر شب رستوران، خب با هم هر شب میریم رستوران، چون اولش داره خوش میگذره تو نمیفهمی. بعد که یه ذره میر جلو، اینکه تفریحاتون یکسان، تفریحات مشترک داشتن با اون آدم از هم مهمترین چیزه. تو
با آدمی که اگه خودت آدم شب زنده داری باشی، نمیتونی با آدمی که شب و نه شب میخوابه صبح 6 صبح بیدار میشه باشی، یا اگه تو کمپ و دوست نداشته باشی چندشت بشه از کمپ، نمیتونی با آدمی که هر هفته داره میره کمپ دوست باشی. اوایل رابطه تو انقدر ذوق و شوق و اون هیجان و همه اینا هستش، تو این چیزا رو ممکنه نفهمی و فکر کنی میتونی با اینا کنار بیای، بگی ای خب کم میری من تلاش میکنم حالا بیام کم، ای مثلا هر شب مهمونی خب منم تلاش میکنم با تو هر شب بیام مهمونی، ای کتاب میخونی ورزش میکنی منم هر شب میام با تو ورزش میکنم، بیا حالا میریم کتاب میخونیم با هم. ولی بعد مثلا 5-6 ماه که اون هیجان فروکش میکنی، تازه میفهمی ای این آدمی که جلوت تو آینه داری میبینیم اون یاسیه نیست، مثلا من این آدمه نبودم، من دوست داشتم با دوستام وقت بگذرونم، دوست داشتم برم ورزش کنم، چرا الان همش تو مهمونی هم، چرا همش ببین کلا به نظرم خیلی مهمه تو توی برای رابطت به این درک برسی که توی حالا 3 ماه اول رابطه عملا دیگه هانیمونش محسوب میشه دیگه، همه چی خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره، همه چی اوکیه، نه دعوا داری نه، یعنی باید به این درک رسیده باشی که بعد از اون 3 ماه ممکنه خیلی اتفاقات عجیب غریب بیفته. تو اگر حالا استپ اولیه با شخصیت اون آدم با یه سری چیزای اولیه‌ای که حالا به نظر خودت برات مهمه اوکی بوده باشی، ممکنه هزاران اتفاق توی مسیر رابطت بیفته و اگر قرار باشه نمیدونم تنوع طلب باشی، به این فکر کنی که حالا مثلا مهمونی زیاد برم یا مثلا کار زیاد بکنم یا هر چیزی، نتونی اون تعادل رو بین هیچ کدومش برقرار کنی، هی مشکلات پشت سر هم داری و نمیتونی در نهایت. خیلی جالب بود یه چیزی که خیلی به نظرم تو صحبتتون جالبه، اینه که هیجان اولیه که فروکش میکنه تازه عیار رابطه مشخص میشه که اصلا انتخاب درستی کردی یا نه. دقیقاً شما به سوال خود جواب بدید. گفتی سوال چی بود یه بار دیگه پرسید؟ جواب سوال بگیر. اصلا سوال بگیر. چرا فکر کردم یه بار دیگه بپرسم؟ میخوام تو گفتی وقتی یه پسری مستقل نیست بعد یه مدت برات دل سرد کننده میشه توی رابطه. خب من گفتم اینو تو همون 2 هفته اول میتونی بفهمی یه آدمی که کار نمیکنه یا میکنه. خب یه فاکتور دیگه میخواستم اضافه بکنی به اینکه چه آدمی میتونه در دراز مدت دل سردت بکنه. ببین یکی از چیزایی که من متوجه شدم بگم که یکم دیدتون بازتر بشه، موضوع سلامت روان موضوعی که تو اصلا هفته های اول رابطه متوجهش نمیشه. یعنی سایکوترین آدم هم ممکنه توانای کنترل خودش رو داشته باشه. آدمو 6 ماه میتونن نقش بازی کنن. من چیزی که خودم تجربه کردم که فاکتور بسیار عجیبی بوده که توی معیارهای انتخابم سلامت روان اولین معیارمه، ولی چیزی که تو چند ماه تو اصلا نمیفهمی اینه که برای من نوعی شخصا و سلامت روانی پروسه است. تو بعد چند ماه یهو میفهمی اوکی، نه اینکه یارو مثلا مشکل خاصی هم داشته باشه، با تو جور نباشه. مثلا این کسی که مثال میگم یه طرحواره داره، مثلا طرحواره رها شدگی، ممکنه اون باعث بشه که بیش از حد بخواد نزدیک تو باشه و همین ممکنه اون فضا رو حتی بگیره تو رو خسته بکنه. این مثلا یه چیزی بود که به نظر من خیلی جالبه، میتونه چیز سلامت روان سمش پرداخته نمیشه. حالا میخوام شما خودتون یه فاکتور دیگه رو اضافه بکنید به اینکه چی میتونه توی رابطه باعث مشکل براتون بشه. یکی دیگه چیزای واقعا مهمی که دقیقا سوالت همین بود، یه چیز خیلی مهمه واسم، اینه که اون آدم ارزش چیزی رو ندونه. حالا کلن یه آدمیه که انگار ارزش چی رو تو زندگیش نمیدونه، حالا چه من باشم چه هر چیزی که داره، و بخواد عزت نفس منو بیاره پایین، حالا چه با حرفاش چه با کاراش. کاراش میتونه اون بی‌توجهی باشه، اون توجهی که وظیفه‌شه تو رابطه، نه بیشتر، وظیفه‌شه که به من نشون بده ولی نشون نمیده، یا میتونه مثلا یه رفتاری باشه. مثال دارم میگم، مثلا من یه کاری انجام میدم و اون کار از نظر خودم خیلی ارزشمنده، ولی این آدم مثلا اون کارو کوچیک میبینه و خب این باعث میشه که عزت نفس منو بگیره. به مرور من اگه بمونم تو اون رابطه، انگار خودمو فراموش کردم، به خودم بی احترامی کردم. برای همین اینم یه فاکتور خیلی مهمه واسم که شخصی که کنارمه ارزش داشته هاشو بدونه. آدمی نباشه که خیلی راحت میتونه دل بشکونه، خیلی راحت میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس آدم ها رو بگیره. یعنی من اسمشو میذارم احترام و درک متقابل، که باعث بشه ارزش اون آدم و ارتباطی که داره رو بدونه. یه چیز دیگه ای هم میتونم تو پرانتز اضافه کنم، فکر کنم حرف دل بچه‌هام باشه. کلا دختر و پسر اول رابطه وقتی خیلی هی
اینجوریه که ببینیم همو با هم باشیم، امشب با هم باشیم، نهار فردا با هم باشیم، صبحونه پس فردا، اینقدر تو رو تو منگه نمیذاره، یعنی همش داری اون آدمو میبینی که دیگه اصلا فضایی که واسه خودت داشتی، واسه دوستات داشتی، واسه من اولش گفتم توجه خیلی برام مهمه، اولویت قرار دادنه، ولی نه اینجوری که دیگه تمام اون فضای شخصی که داری رو بخواد ازت بگیره. اوکی مثلا میخواد توجه کنه، دوست داره که زودتر رابطه پیش بره، ولی دیگه به مرور اینجوری میشه که طرف دوست داره فرار کنه، برام خونه یه ساعت تنها باشم. رابطه‌ای که خیلی آتیشی و خیلی هم زود خاکستر میشه، اون آتیشی که خیلی زود گور میگیره خیلی هم زود خاکستر میشه. خیلی جالب بود. ببینم کن طرح روشدگی گفتم، راستش عمدن گفتم اون سرویس دادن زیاد خیلی وقتا میتونه از این طرحواره هم بیاد، طرف به خاطر ترس از ترک شدن و رها شدن میاد یک سرویس بیش از حدی رو میده که در واقع اون آدمو به زور حفظ بکنه، یا گاهی یه کسی که یاد گرفته که دیگران رو اولویت قرار بده، مثلا طرفدار عیسی رو داشتیم یه گپی در موردش با هم می‌زدیم، حالا یه موقعی یه کسی ممکنه بیش از حد تلاش بکنه سرویس بده و عادت کرده که دیگران اولویت قرار بده، با این کار میخواد از دست نده، با این کار خود شخصیش نکنه. من گفتم تو اپیزود نه خودم یعنی میگم من نمیخوام اصلا چیز شخصی بده، ولی اون طرحواره گاهی باعث میشه تو مجبور ببینی خودتو که با سرویس بیش از حد دادن اون آدمو حفظ بکنی. خیلی صحبتاتون جالب بود، تقریبا 20 دقیقه تا نیم ساعت صحبت کردیم. دوست دارم خودتون اگه چیزی دوست دارید به من پس اضافه بکنید، بعد اینکه دو تا سوال من بپرسم بعد جمع بندی بکنیم. نظر کلا نه اینا قبلش هم نشسته اصلا مکالمه نه اینا قبلش همه چیزی که می‌خواستم رو گفتم، بعد یهو میز نگاه می‌کنه، بعد آخه قبلش اینا همه چیزی که می‌خواستم رو گفتم، این مربی ها هستن بازیکناشونو می‌فرستن تو میدون، انگار کوچ دارن. خب چیزی می‌خواد سوالا رو بپرسید؟ ببین یکی از سوالاتی که من اینجا مجبورم بپرسم، چون شما آدمایی هستید که نگفتید ولی خب دختره مستقلی هستید، وقتی دختر مستقلی نباشی اتفاقا خیلی از این سرویس ها خصوصا سرویس های مالی هم برات جذاب میشه. خب این داستان یه مقدار، یعنی میگم شاید اگر یه اکیپ دیگه اومده بودن شاید جواب یه مقدار متفاوت میشد. حالا پس من یه سوالی که میخوام ازتون بپرسم، میتونید توضیح بدید میتونید کوتاه بدید، خودساختگی یک مرد چقدر براتون مهمه؟ خیلی زیاد. ببین ما مثلا حالا نه صرفا ما، تمام دخترایی که خودشون کار میکنن بالاخره یه سری کارا میتونن برای خودشون انجام بدن، مسافرت برن، برای خودشون خرید کنن، قطعا دنبال یه آدمی نمیگردن که همش تو خونه نشسته و هیچ کاری هم نمیکنه، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد، اصلا جذابیتی نداره برای آدم. حالا همین که درکی از شرایط تو نداره، همین که خب بالاخره آدمی که خودش داره کار میکنه و یه سری چیزا رو میتونه برای خودش فراهم کنه، قطعا دنبال آدمی میگرده که یا توی لول خودش باشه یا حتی یه پله از اون بیشتر باشه که بتونه به پیشرفت اون کمک کنه، دختر و پسر هم نداره فرقی نمیکنه. فکر میکنم این ماجرا تو دخترها بیشتر باشه که حالا مثلا پسرها بتونن دختری که کار نمیکنه رو کیر کنن، ساپورت کنن و براشون حتی جذاب باشه این ماجرا، ولی تو دختران این اتفاق خیلی کمتر میفته که وقتی یه دختری مستقله بتونه یه پسری که اصلا کار نمیکنه یا مستقل نیست یا پول بابا و اینا رو بتونه تحمل کنه. میفهمم. یه نکته فقط اینجاست، حالا اینو میتونید نقدش بکنید، پسرهای خودساخته معمولا از طبقه متوسط و ضعیفتر جامعه، چون کسایی که یک سری امکاناتو داشتن، حرف من نیست، یعنی چیز کلی تو تمام دنیا هست، به خاطر امکاناتی دارن کمتر تلاش میکنن، ولی اونی که کمتر تلاش میکنه ممکنه به خاطر امکاناتی که داره تو پوزیشن بالاتری وایساده باشه، پس یه باگی پیش میاد، پسری که داره تلاش میکنه ولی وضعش ممکنه متوسط تر باشه و پسری که خیلی تلاش نمیکنه ولی به خاطر امکاناتی که داره قطعا تو پوزیشن بالاتری وایمیسته. اینجا به نظرم چالش اصلی انتخاب ایجاد میشه که تو حاضری کسی که میجنگه رو انتخاب بکنی یا کسی که امکانات رو داره. این به نظرم خیلی نکته سختیه، میتونید کامنت بدید روش. این که به نظر من مثلا من برگردم بگم نه من قطعا پسر خود ساختن انتخاب میکنم، به نظر من میشه نقش بازی کردن، نه من کسی رو انتخاب میکنم که لحاظ مالی حداقل با من برابری کنه. چرا؟ چون من اصلا اهل نقش بازی کردن نیستم، من نمیتونم هیچ موقع با کسی که از من وضع مالیش پایین تره برم تو رابطه. چرا؟ چون من یه سری انتظارا دارم، انتظارایی که خودم برآورده کردم، حتی پدرم هم مثلا من الان پولی ازش نمیگیرم.
وقتی خودم تونستم مثال اینو برای خودم بخرم، اگه اون پسر بیاد نتونه اینو واسه من بخره، ناخودآگاه من فاصله میگیرم. پس من اینجا نقش بازی نمیخوام. آره وضعیت مالی واسه من مهمه، ولی نه در اولویت اولم نیست. در حدی مهمه که حداقل بتونه کارهایی که خودم برای خودم کردم واسه من انجام بده. میخوام به چالش بکشم اتون. نمیخواستم بکشم ولی این کار میکنم. اگر آدم تجربه یک پسر خیلی پولدار تو زندگیش داشته باشه و سرویس های خیلی زیادی رو گرفته باشه، حالا ممکنه حتی مثلا فکر کن آدم بعض خودش اینجاست به عنوان دختر، تو الان چیزی که داری میگی پسری که اینجا باشه برات قابل قبوله، ولی اگه پسری با وضع مالی اینجا رو تجربه کرده باشی و سرویس های خیلی زیادی گرفته باشی، حالا ممکنه اینجایی اصلا به چشت نیاد. با این چالش دارو برو شدیم. ببین نه اینکه به چشت نیاد شدیم لبخنده به چالش گفتم میکشم. من امروز داشتم با مامانم راجع به این صحبت میکردم. سخت میشه اون خیلی به اون سر بستگی داره که چه جوری بتونه اون شرایط رو هندل کنه. اوکی اصلا ممکنه شرایطش از اون آدم قبلی خیلی پایین تر بوده باشه، ولی وقتی میبینی انقدر این آدم مثلا حالا شخصیتش یه مدلیه یا یه مدل دیگه ای تو رو کیر میکنه، حواسش بهت هست که خب یه جذابیت دیگه ای داره برای که اصلا تو آدم قبلی ممکنه نبوده باشه. این یعنی صرفا وضعیت مالی خیلی بیشتر از این یکی بوده باشه. میدونی چرا اینو پرسیدم؟ چون تجربیات پیشین خیلی تو انتخابای ما تاثیر داره. مثلا این کسی که میگن مارگزیده از ریسمان سیاسفید میترسه، حالا مثلا تو اگه تجربه آدمی داشته باشی که ازش آسیب خوردی، اصلا ممکنه به رابطه گارد پیدا بکنی، اولین علامت هایی که میبینی واسه رد فلگ بشه بیای کنار. حالا مشخصه برای که من رو چند نگاه کنم پشت صحنه باید اپیزود دیگه داشته باشیم ببینیم موضوع چیه. پس اینو قبول دارین که تجربیات پیشین گاهی باعث چالش تو رابطه بعدی آدم میشه؟ مثلا همین موضوعی که مطرح کردم گفتم راجع به این صحبت کنیم سر همین بود. این سرویس بیش از حده باعث میشه که تو رابطه بعد اصلا بعدش به مشکل بخوری، تو رابطه بعدیت به مشکل میخوری که اون توقع برات ایجاد شده. من اگه هر روز یه کاری برای یه نفر بی‌دلیل انجام بدم، با نفر بعدی هم تجربه کنم نتونستم تو زمین ناخودآگاهت انگار این انتظاره این انتظاره میمونه دیگه. تو فکر می‌کنی که باید این هر روز برات یه شاخه گل بگیره بیاد دم خونت. اگه این نباشه عجیبه. یه چیز جالب عادت میکنه آدمیزاد عادت میکنه ذاتش عادت یه ویدیو تو اینستا بود، بعد اومده بود از یه روانشناس معروفی چیزی گفته بود، دقیقاً یادم نیست ولی کانسپتش این بود. میگفت مثلا یه آدمی فکر کنید هر روز داره به یکی سیلی میزنه، خب اگه روزی سیلیه رو قطع بکنه میشه آدم خوبه داستان دیگه، چون رفتار بدش رو لغو کرده. ولی اگه یه کسی هر روز محبت بکنه، این در مورد خودش شما صحبت می‌کنه، و بعد محبتش رو قطع بکنه میشه آدم بده داستان. چرا؟ چون اون آدم‌ها رو عادت داده به اون سرویسه. پس تجربیات پیشی میتونه از این زاویه هم برای ما مشکل ایجاد بکنه که ما به یه چیزی عادت می‌کنیم که ممکنه با شرایط فعلیمون هماهنگ نباشه. یه سوال خیلی خفه اومد تو ذهنم همین الان پرید. وای. آره. بذارید چون دقیقه می‌داشتم میگفتم. یکم شما سوال کردن یادم میاد. مامانایی ان که تو خونه هر روز غذا درست میکنن. یه روز میری خونه غذا نیست، یعنی چی؟ غذا کجا بود؟ غذا کجاست؟ یعنی یه سری دوستام هستن که مامانم مثلا کلا غذا درست نمیکنه. یه بار غذا درست میکنه. اینا ذوق میکنن، خوشحال میشن. الان یادم اومد چی می‌خواستم بگم. یعنی سوال نبود، این اصلا یادم اومد بگم. یکی از اشتباهاتی که چه پسرها چه دخترها میکنن همیشه، یعنی اینجوری بگم، ببین ناکن تو اگه اینجایی موقع شروع رابطه بهتره خودتو اینجا معرفی کنی نه اینجا، چون وقتی خودتو پایین تر نشون میدی جا برای بالا رفتن هست، ولی وقتی خودتو اینجا معرفی میکنی دیگه نمیتونی بیای پایین تر. وقتی تو شروع رابطه مثلا میتونی هر چند وقت یه بار یه گلی بخری توجه نشون میدی، ولی وقتی هر دفعه این کارو میکنی اصلا مای 50 تومن میای پول گل میدی، ممکنه ماه بعدی اصلا دیگه کمرت بشکنه بخوای این کارو بکنی. بعد چیکار میکنی؟ این سرویس ها رو ماه به ماه کمتر میکنی. اتفاقی که میفته چیه؟ تو میشی آدم بده. ولی وقتی زور زیادی نزنی، به اندازه کار بکنی، باعث میشه اون توجه رو خورد خورد به پارتنرت بدی و این رابطه لانگ ترم بهتر بره جلو. اینم به نظرم نکته خیلی مهمیه، چون بحث سرویس دادن بود و تایمینگ رو گفتید، خیلی مهمه که آدم به مرور بیاد این پروسه رو ببره جلو. بله. استاد شما نکته ای نداری؟ چی داشتم قبلش گفتم که انقدر نشستم به در نگاه میکنم نه ججوشم چی میگفتم؟ آره من گفتم اصلا آره من داشتم فیلم کنم پخش بکنم آره سر این شهر اصلا انگار گفتم سکت شدم، ولی اون وقت داشتم مثلا مثال هایی که آخه اون برداشتم میزدم این بودش که این سرویس دادن صرفا توی رابطه عاطفیه بین دوتا پارتنر نیستش، توی رابطه شغلی تو کار خودمون
تا یه سری آدم تو یه سری دوستا توقع پیدا کردن که تو هر روز مثلا یه کاری براشون انجام بدی، یه آفری بهشون بدی، یه پروژه بهشون معرفی بکنی. وقتی این کار نمی‌کنی توقع براش ایجاد شده، ولی یه دوست دیگه هم شاید این کار نمی‌کنه ولی همچنان پیش اون آدم عزیزه. این سرویس بیش از حد تو رابطه، تو خانواده، تو همه چیز هستش، فقط تو رابطه نیست، رابطه احساسی یعنی نیستش. کاملا درسته. خیلی اپیزود جالبی بود، مرسی واقعا. یعنی هم ریتمش خیلی باحال پیش رفت و هم خیلی به نظرم صحبتایی شد که من تا حالا توی اپیزودی که تا الان داشتم صحبت نشد. خودم خیلی دوست داشتم صحبتایی که کردیم. خیلی زیادی رک راجع. مرسی که اومدین و مرسی صحبت قشنگتون. چیزی میخواد اضافه کنید یا بریم خدافظی؟ یه جمله ای بگو که سیاسفیدت بکنیم. کلن فقط اینو میتونم بگم حالا به هر کسی که داره میبینه، مخصوصا دخترها، هر کاری تو رابطه میکنید، محبت میکنید، هر سرویسی هم میدین، یادتون نره خودتون رو، یعنی از عزت نفس خودتون نگذرین به خاطر هیچ کسی تو این زندگی، مخصوصا تو رابطه، چون بعدا فقط پشیمونیش میمونه. یعنی اول از همه خودتو دوست داشته باش، بعد بقیه رو. خیلی قشنگ بود، حتما سیاسفید میشید. یه مسئله خیلی مهمی که من خودم حالا شاید قبلا خیلی برام مهم نبود، الان ولی اینجوری هم که هر چیزی توی تایم خودش، چه حالا برای رابطه، چه کار، چه هر چیز دیگه، هر چیزی تو تایم خودش قشنگه. یعنی اگر تو قرار باشه معذرت خواهی کنی، تو تایم خودش قشنگه. اگه قرار باشه توجه کنی، تو تایم خودش قشنگه. اگه قرار باشه هدیه بگیری، هر چیزی توی اون استپی که هستی تو جایگاه خودش قشنگه. اولش اگه اگزاجره باشه به چشم طرف نمیاد، اگه از اون تایمی که باید توجه بشه، باید ابراز علاقه بشه بگذره، بازم به چشم طرف نمیاد. اگه تو جای درست و زمان درست این اتفاق نیفته، در هر صورت تو داری یه کار بیهوده انجام میدی. بارکالله، خیلی قشنگ. تو هم حتما سیاسفید میشی. تو با سکوتت سیاسفید شو. تو به دوربین نگاه کن، سکوت کن. نه، یه تکسی امروز خوندم نوشته بود که اگه خوبی میکنید با آدم ها، اگه حالا کاراکترشون مثل من باشه، این شخصیت ساپورتیو داشته باشن، خودشون رو مامان بودن ار داشته باشن، اگه خوبی میکنید با آدم ها سعی کنید هیچ توقعی نداشته باشین، چون بقیه اون قلب مهربون شما رو ندارن. این ناراحتی ایجاد نشه که چرا من برای نگار خوبی کردم، نگار جواب منو نداد. خودت بیزی، تو خودت ناراحت بشی، بگی شاید من کم بودی دارم که نگار برای من کار نمیکنه. حالا نگار رو مثال زدم، دوست صمیمه، شاید نگار اون کاری که تو میتونی بکنی و نمیتونه برات انجام بده. از خودت گله نکن، نگو من ایرادی دارم که اون آدم برام کاری انجام نمیده. خودتو ضعیف نکن، خودت ناراحت نشو، چون من خودم مدلم اینجوری که دوست دارم خوبی کنم، حالا چه طرف بهم جواب بده چه جواب تو رو هم سیاسفید میکنیم، ولی با یه آهنگ سوزناک. خیلی دراماتیک تموم. مرسی از تک تکتون، خیلی تجربه خوبی بود. دوستان امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشید و براتون مفید بوده باشه. از سپوت من لذت برده باشه. شما هم نظرات انتقالات و پیشنهاداتتون رو برامون بنویسید. با روز بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.